قسمت 23 کارها بر وفق مراد ما در جریان است. کار گلنیل هم با من. این را گفتم و مهیای رفتن شدم و به کارل گفتم وعده ما کجا؟ گفت شب که از کاباره برگشتی مرا در اتاقت خواهی دید و سعی کن عثمانه را به دام بیندازی که او برای ما خیلی اهمیت دارد. به خنده گفتم از این بابت خیلی راحت باشید که او را با پول خواهم خرید. از نزد کار بیرون آمدم و به طرف مهمانخانه زیا به راه افتادم. به یکی از تلفن‌خانه های عمومی رفتم و شماره فرودگاه هبانیه را گرفتم. تا چند دقیقه صدای زنگ بود و بعد که تلفنچی گوشی را برداشت و مدیر رستوران را پای تلفن خواستم گفت به شهر رفته است. بعد پرسید شما کیستید؟ یک فکر آنی از مغزم گذشت. گفتم من یک دوست قدیمی او. و وقتی ایشان آمدند بگویید دوست قدیمیتان. نگاهی به ساعتم کردم، دیدم ساعت 4 بعد از ظهر است و با کمی مکس گفتم ساعت 6 در مهمانخانه سمیرامیز اتاق شماره 16 منتظر ایشان هستم. تلفنچی مجدداً نامم را پرسید. گفتم به او بگویید یک دوست قدیمی. تلفنچی حرفم را قطع کرده و گفت ممکن است ایشان تا ساعت 6 به فرودگاه نیایند و بهتر است به منزلشان در شهر تلفن کنید و بعد شماره تلفن منزل مدیر رستوران را داد. وقت خوبی بود. به عجله از تلفن خانه خارج شدم و به سرعت نزد کار برگشتم. خوشبختانه داخل راهرو با او مواجه شدم. از آمدن من با آن شتاب زدگی تعجب کرد و گفت چه خبر شده؟ واقعی برای ما روی داده؟ گفتم نه، برعکس، شانس به ما روی آور شده. از این جمله من آرام گرفت و پرسید چه شانسی که تو را به اینجا کشانیده؟ با اشاره به او فهماندم که محل مناسب گفتن نیست. هر دو از آنجا خارج شدیم. پرسیدم به کجا می‌خواستید بروید؟ گفت به مهمانخانه. گفتم برویم که نتیجه در آنجاست. وارد خیابان شدیم. بین راه از اقدام یک روب قبل خود او را آگاه ساختم. پرسید منظورت از دعوت به مهمانخانه سمیرامیز چه بود؟ گفتم به قول خودت می‌خواهم آخرین نیرنگ را به کار بزنیم. کار با وحشت گفت مگر خیال کشتن مدیر بیچاره رستوران را داری؟ گفتم خدا نکند، یک مرحله عقبتر از کشتن و حالا نوبت توست که به منزلش تلفن کنی و او را به مهمانخانه سمیرامیز، محلی که خودت در آنجا اتاقی در اختیار داری و به همان نحو که من می‌خواستم رول خود را بازی کنم و ایفای آن رول به عهده تو باشد و با تلفنی که به منزل او می کنی خودت را یک دوست قدیمی او معرفی کن و وقتی در دانستن نام تو اصرار کرد به خنده و شوخی بگو که تا به دیدنم نیایی نامم را نخواهی دانست. کار گفت پس بهتر است بگوییم که یکی از دوستان شما نامه و بسته ای از بصره به وسیله من برای شما فرستاده است. برای گرفتن آن به مهمانخانه سمیرامیز اتاق شماره 16 مراجعه کنید. گفتم برای آن که او را کاملا در تله بگذاریم بقیهش با من. او موافقت کرد. دو نفری به مهمانخانه سمیرامیز رفتیم. کار به طرف تلفن رفت و بعد از چند دقیقه مذاکره تلفنی با قیافه بشاشی برگشت و گفت مدیر رستوران ابتدا تعجب کرد و بعد مثل اینکه یقین کرده باشد قبول کرد که تا نیم ساعت دیگر برای دریافت امانت خود به اینجا بیاید. کار اضافه کرد تا
طرز صحبت من با او به قدری مؤدبانه و در عین حال خودمانی بود که هیچ گونه انحراف فکری به او نمیداد. گفتم وقتی او آمد مرا دوست فرانسوی خود معرفی کن و برای چگونگی راه حل من فکر تازه‌ای به مغزم راه یافته. کار به عجله پرسید چه فکر تازه‌ای؟ گفتم این که باید گل نیل را به عنوان این که یک جاسوسه دشمن است و ما اطلاع حاصل کرده ایم که می خواهد در رستوران شما مستخدم باشد، شما بدون این که در این باره اظهاری به شخص سالزی بکنید باید او را بپذیرید و مواظب حرکات و رفتارش باشید. کار به خنده زد و گفت تو دیگر از من شیطان تری و این فکر تو خیلی خوب است، و اما برای محکومیت مدیر رستوران که هر گونه مقاومت را در او خفه و خود را تسلیم شده به ما بداند فکری باید کرد. به او گفتم این یکی هم با من. کارل پرسید چگونه او را بدون مقاومت وادار به تسلیم می‌کنی؟ در این موقع به یاد محکومیت خود افتادم که چگونه وینر در برلن مرا با یک قطع عکس محکوم نمود و با در نظر گرفتن این نقشه به کارل گفتم خیلی آسان است. با ورود او به اتاق من مخفیانه از او یک عکس ایستاده میگیرم که برای کار ما آخر وقت برای کار ما خیلی مفید است و با آن هزار کلک میشود زد، و بعد هم برای نتیجه نهایی در آخر وقتی که او عازم رفتن باشد نامه‌ای که قبلا به تو میدهم تو با یک قیافه عادی و روی گشاده جلوی او را بگیر و به شوخی بگو زیر این نامه بنویسید که بسته امانتی به من رسید و بعد امضا کند، و با امضای نامه آن وقت ما ماسک حقیقی خود را نشان می‌دهیم و او را برای یک مذاکره خصوصی مجدداً دعوت به نشستن می‌کنیم، و آن وقت بی آنکه در جواب ما کلمه نه را بیاورد خود بر سورانش را در اختیار ما خواهد گذاشت. هر دو برای پذیرایی مهمان تازه وارد اتاق شدیم. من دوربین کوچکی که خیلی حساس بود و مثل یک فندک بود برای گرفتن عکس از مهمان تازه آماده کردم و قبل از ورود او آن را روبروی دری که از خارج به داخل اتاق باز می شد قرار دادم، که به محض باز شدن در اتاق و ورود او دوربین با میزانی که من کرده بودم کار خود را بکند و یک عکس غیر عادی از او بردارد. پس از این کار به روی کاغذ سفیدی چند خط که از ماموری به مامور دیگر نزدیک به سازمان جاسوسی نوشته شده بود و در آن خبری را داده بودند با یک نوجوهری که پس از به کار بردن داروی شیمیایی دیگر ظاهر می شد با دست چپ نوشتم، که وقت نوشتن مطلب به روی کاغذ تمام شد. آثار و علائمی به روی آن نبود که نشان دهد این کاغذ تحریر شده، و منظور ما این بود که با پایین کاغذ را مردک کافچی با دست خود امضا کند و بعد ما با ظاهر کردن خطوط بالای کاغذ سند محکمی را علیه او در دست داشته باشیم. بسته‌ای که می‌خواستیم به او بدهیم یک جعبه کفش بود که با مهارت آن را لفاف کرده بودیم. همه کارها آماده شد و من و کار به روی صندلی راحتی مشغول گفتگو بودیم که صدای چند ضربه به در ما را آماده پذیرایی کرد. صدای کار به عربی بلند شد که داخل شوید. در آهسته به روی پاشنه چرخید و من و کار که وسط اتاق ایستاده بودیم با مرد نسبتاً قد بلندی که آهسته پا به درون اتاق می‌گذاشت روبرو شدیم. کت و شلوار به تن داشت و از قیافه‌اش پیدا بود که مردد است. کار
تمام حواسش به جانب دوربین بود و همین که دید دوربین کار خود را کرد و عکس را گرفت، با خوشرویی به طرف تازه وارد رفت و به گرمی با او دست داد و به عربی شروع کرد به خوش آمد گفتن و خود را معرفی کرد. من سر جایم ایستاده بودم و منتظر معرفی کار بودم. او هم وقتی مهمان را به وسط اتاق رسانید، مرا دوست فرانسوی خود معرفی کرد. مهمان تازه با چنین مهمان نوازی که از کار دید، اگر خیال کجی هم داشت فراموش کرد. کار همین که چند دقیقه گذشت، با زنگ پیش خدمت مهمانخانه را خواست و دستور مشروب داد. مردک می‌خواست امانتی را گرفته برود، ولی کار ولکن نبود. نزدیک به یک ساعت مجلس سه نفری ما ادامه داشت و صحبت‌های خنده‌دار کار مردک را مجذوب ساخته بود. با اشاره به کار رساندم که موقع آن رسیده است تا از مهمان خودمان سند لازم را بگیریم. کار از جایش برخاست و جعبه‌ای که به نام امانتی بود جلوی مردک گذاشت. موقع خداحافظی که شد، کار به عجله کاغذ تهیه شده را که پایین آن تا شده بود از جیبش درآورد و به شوخی گفت: اینجا بنویسید که بسته امانتی به من رسید. مردک هم در حالی که اثر مشروب کار خود را کرده بود خنده ای کرد و این جمله بالا را روی کاغذ نوشت و زیر آن را امضا نمود و همین که آماده رفتن شد، کار قیافه جدی به خود گرفت و اصل موضوع را خیلی جدی با او در میان گذاشت. مردک کافچی که تفکر چنین چیزی را نمی کرد تکان خورد و از تغییر رنگ صورتش پیدا بود که با موضوع خطرناکی روبرو شده و تازه فهمیده است که به دام افتاده است. به کار گفت: پس این جاسوسه را چرا به پلیس معرفی نمی کنید؟ کار با همان قیافه خشن خود گفت: این به شما مربوط نیست و آنچه که می گویم اطاعت کنید و الا خود شما را تسلیم پلیس می کنم. و به دنبال گفته خود از جیبش شیشه ای را که گرد سبز رنگی درون آن بود بیرون کشید و به روی نامه ریخت. چند ثانیه گذشت تا خطوط نامرئی کاغذ به رنگ سبز ظاهر شد و کار نامه را از دست من گرفت و شروع کرد به خواندن و پس از آن جلوی چشمان مردک نگه داشت تا سند محکومیت خود را با چشم ببیند و بخواند. بیچاره همین که گوشش شنید و چشمانش خطوط و کلمات نامه را که از خلال آن مرگ و نابودی نمایان بود دید، رنگ بر رویش را باخت و زبانش به لکنت افتاد و گفت: هر چه بگویید اطاعت می کنم، به من رحم کنید. کار خنده مکرامیزی کرد و گفت: وحشت به خود راه مده، ما با تو کاری نداریم، فقط اگر زنی از شما تقاضای شغل کرد بی چون و چرا او را بپذیرید و در صدد شناختن او هم بر نیایید. و آنچه که اینجا دیدی همینجا بگذار و برو و این را هم بدان که مواظب رفتار تو هستم که اگر کوچکترین انحرافی در رویه روزانه‌ات مشاهده شود، این نامه که سند محکومیت و خیانت است به دست پلیس داده خواهد شد. رستورانچی که از ترس رنگ به صورت نداشت عازم رفتن شد. کار به خنده گفت: این بسته را کجا میبرید؟ این فقط وسیله کشانیدن شما به اینجا بود. بیچاره دو دستی بسته را رد کرد و در حالی که میگفت به من رحم کنید، من اطاعت میکنم، از اتاق خارج شد. به مجرد رفتن او، کار نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: به ملاقات با گل نیل چیزی نمانده. و بعد رو به من کرد و گفت: تو هم به دنبال کارت برو و سعی کن همین امشب یک نتیجه ولو ناچیز هم باشد به دست بیاوری. به او گفتم: یک موضوع را میخواهم بگویم و آن این است که شما جای خود را از این هتل تغییر بدهید.
کار پرسید چرا؟ فکری کرد و گفت بد نگفتی، در ظرف امشب یا فردا اینجا را ترک خواهم کرد و به هتل زیا محل اقامت خود رفتم. آن شب مثل شبهای قبل کاباره شلوغ بود و من نتوانستم جای شب قبل را اشغال کنم. در میان جمعیت هرچه چشم انداختم زن و مرد آن شبی را که به ظاهر زن و شوهر بودند ندیدم. برنامه رقص هم هنوز شروع نشده بود. چند دقیقه‌ای که گذشت گارسونی که آن شب زیر سیبیلش را چرب کرده بودم جلویم سبز شد و از او پرسیدم عثمانه آمده است؟ گفت خیر، هنوز نیامده. برنامه رقص اول شروع شد و هنوز از عثمانه خبری نبود. در همین موقع گارسون با خنده‌ای که معلوم بود خبر خوبی برایم آورده نزدیک میزم آمد و گفت عثمانه یک رو به قبل آمد و دعوت شما را به او گفتم. او قول داد پس از رقص شام را با شما صرف کند. وقتی دانستم عثمانه دعوتم را پذیرفته و بعد از رقص به سراغم خواهد آمد بی اندازه خوشحال شدم و برای این خبری که گارسون آورده بود 2 دینار را به رسم انعام کف دستش گذاشتم که دنیا را سیر کرد. او رفت و من وضع خود را مرتب کردم و نقشه کار را کشیدم. صدای ارکستر بلند شد. پشت سر آن عثمانه پا به صحنه گذاشت و به دلربایی پرداخت. مثل اینکه مشتریان کافه فقط به او و رقصش علاقه‌مند بودند. دائم برایش دست می زدن. من با اینکه دور از صحنه رقص نشسته بودم توانستم خودم را به عثمانه بنمایانم. او هم همین که مرا دید با دلربایی تبسمی کرد و در ضمن شیرین کاری مخصوصی به من فهماند که منتظرش باشم. من که یک نگاه به رقص او و یک نگاه به مشتریان کافه داشتم متوجه شدم که همان زن و شوهر ساختگی وارد شدند و پشت میزی که نزدیک به در خروجی کابره بود قرار گرفتند و به سرعت رمزی میان آن دو و عثمانه رد و بدل شد و او رقصش را زودتر از معمول به پایان رسانید و از صحنه رقص خارج شد. پشت سر او زن انگلیسی از کاباره بیرون رفت و به فاصله 5 دقیقه مراجعت کرد و با نشستن یک روب زن و شوهر از کاباره خارج شدند و برنامه رقص دیگری آغاز گشت. دل من مثل سیر و سرکه می جوشید و همه اش در انتظار برخورد با عثمانه بودم. انتظار من با آمدن او به پایان رسید. عثمانه زن بسیار زیبا و فتنه انگیزی بود و دست کمی از گل نیل نداشت. مثل اینکه مدت هاست با من دوست است. بی اینکه از این شاخ به آن شاخ برود خیلی خودمانی سر صحبت را باز کرد. فرانسه را خوب حرف می زد. از شغل و سابقه ام پرسید. همه را طبق تمرینی که از پیش کرده بودم برایش گفتم و بیش از هر چیز سعی کردم به او بفهمانم که آدم پرپولی هستم، گویی که او هم شغلی نظیر کار من داشت و پول ارزش خود را نزد او و من از دست داده بود. ولی با این حال از نیرنگ های جاسوسه ها به خصوص اشخاص خرپول دل نمی کندند. مختصر شام را آن شب در کنار عثمانه صرف کردم و از خلال گفته هایش چیزی که بشود به او در آن حال مظنون شد نشنیدم و ظن من هم از شب قبل و 1 ساعت پیش از آن بود که می دانستم میان او و زن و شوهر انگلیسی روابط غیر عادی برقرار است. از نشستن با عثمانه 1 ساعتی می گذشت که ناگهان بدون مقدمه از جایش بلند شد و تقاضای رفتن کرد. وقتی از او وقت ملاقات بعدی را برای شب بعد خواستم با ناز و کرشمه‌ای بهانه آورد که فردا شب گرفتارم و بماند برای 1 شب دیگر. زیاد اصرار نکردم
چون می دانستم بهانه‌اش چیست. عثمان خداحافظی کرد و رفت. پس از رفتن او من هم از کاباره خارج شدم و در گوشه‌ای خود را پنهان کردم تا ناظر خروج عثمانه باشم. آنقدر طول نکشید و که او از کاباره بیرون آمد و به طرف راست خیابان پیچید. سیاهی به سیاهیش رفتم، داخل یک خیابان فرعی شد و به سرعت خود را به داخل یک ماشین انداخت و در تاریکی خیابان ناپدید گشت. به هتل زیا برگشتم و به اتاقم رفتم. وقتی چراغ را روشن کردم، کار را مثل مجسمه سنگی روی صندلی راحتی دیدم. تا مرا دید خمیازه‌ای کشید و گفت: شیری یا روباه؟ گفتم: هیچ کدوم. از گل نیل چه خبر؟ گفت: ساعت 8 او را دیدم و می گفت موفق نشده است که با مدیر رستوران صحبت کند و وقتی به او اطلاع دادم که ما راه را برای او هموار کرده ایم خیلی خوشحال شد و قرار شد فردا صبح به فرودگاه برود و مشغول شود. کارل اضافه کرد: اطلاعات دیگری که به دست آوردم همین امشب در اطراف کاباره بود. همان موقع که تو سرگرم تماشای رقص عثمانه بودی، من به شکل اشخاص ولگرد که دوروبر ماشین های شخصی می گردند و ماشین تمیز می کنند در آمده بودم و یک صحنه تماشایی که برای ما ارزش زیادی داشت تماشا کردم. همان زن و شوهر انگلیسی که وارد کاباره شدند، من خود را به ماشین آنها رساندم و مراقب ورود اشخاص به کاباره بودم که دیدم زن انگلیسی تنها از کاباره خارج شد و به داخل ماشینش رفت و پشت سر او عثمان وارد ماشین شد و بلا فاصله به فاصله کوتاهی از هم جدا شدند. کار ادامه داد و گفت: این را هم کشف کردیم که اخبار به دست آمده از فرودگاه به وسیله مأمور شماره 85 مستقیماً به دست عثمانه می رسد و او رابطه میان آن زن و شوهر و مأمور 85 است. گفتم این موضوع یقیناً صحت دارد و جریان ملاقات با عثمانه را برای کار شرح دادم و بعد اضافه کردم که فردا شب باید شب فعالیت جاسوسان دشمن باشد، زیرا عثمانه می گفت فردا شب را گرفتارم و حالا هر کجا باشند زن و شوهر انگلیسی و عثمانه هم هستند. تصور می کنم که اگر قبل از مراجعت آنها دستگاه ضبط صدا را در اتاق آنها کار بگذاریم خیلی برای ما مفید باشد و گو اینکه کلیه صحبت‌هایشان بین راه و توی ماشین است، ولی با این حال به نظر این کار ضروری است و ممکن است بعضی نکات گفته نشده را وقتی به اتاقشان رسیدند بگویند. پایان قسمت 23.